سلام. بعد از گذشت 4 ماه از قیام سراسری مردم ایران با حضور گسترده جوانان و زنان دلیر میهنمون و بعد از اینکه شجاعت زن ایرانی زبان زد عام و خاص در سراسر جهان شد و از طرفی هم به خاطر وحشیگری ماموران سرکوبگر رژیم علیه زنان و دختران میهنمون رژیم زنستیز آخوندی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد، خامنه ای یه دفعه فاز توجه به خواستای زنان پیدا کرد و جلسه ای با حضور زنان بسیجی ترتیب داد که مثلا حرفهای اونها رو بشنوه. در این دیدار اول میکروفون ها برای شنیدن صدای بانوان حاضر در این جمع روشن شد. البته نه برای همشون. 2 نفر رو ما به عنوان ذخیره توی لیست داریم. اگر شما صلاح بدونید صحبت کنن، اگر نه که صلاح نمیدونم. وقت گذشته. وقت قشنگ معلومه که سید علی حتی حوصله شنیدن چند زن بسیجی دستچین شده خودش که از قبل هم متن صحبتشون چک شده رو نداره و داره میگه زود این نمایش رو تموم کنید که معلوم باشه کی اینجا حرف آخر رو میزنه. حالا این زنها اومدن 1 ساعت آه و ناله کردن که تو این نظام حق و حقوقی برای ما وجود نداره و یه جایی هم به ما بدید که خامنه ای این جواب رو بهشون داد. این موضوع به کارگیری زنان فرزانه ما، کارآمد ما، مجرب ما، دانشمند و عاقل و فهمیده ما در رده‌های گوناگون تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور این مطلب مهمیه. البته ذهن بنده مشغول هست به این قضیه، باید راهی براش پیدا کنیم، باید مسیری انشالله پیدا کنیم ببینیم چه کار میشه کرد. یعنی بعد از 43 سال سرکوب زن ایرانی و محروم کردن زنان از حق مشارکت در رهبری جامعه تازه آقا فهمیده که این مطلب مهمیست. فقط همین. این تا الان تو اصلا موضوعی به اسم حضور زنان در رهبری و تصمیم سازی به گوشت نخورده بود؟ الان شنیدی؟ داریم تو مملکتی حرف میزنیم که زنان توش بیش از 100 ساله که در مبارزه نقش آفرینی میکنن، در مبارزه با دیکتاتوری شاه کلی زندان رفتن، شهید شدن، در انقلاب ضد سلطنتی حضور پررنگ داشتن. بگذاریم از این که در سازمانی که بخواد سرنگونت کنه بیش از 30 ساله که زنان نقش رهبری رو دارن. البته معلومه وقتی بیش از 30 ساله که کرسی سلطنت ولایت فقیه رو چسبیدی و حق حاکمیت یک ملت رو مادام العمر غصب کردی، اصلا به فکرت هم نمیزنه که کسی دیگه نزدیک قدرت بشه، چه برسه به اینکه زنان ورود کنن. حالا از همین یه جمله ببینید تو تلویزیون آخوندی چجوری میخوان از آب کره بگیرن. و به جهت اینکه این تعداد از زنان آماده حضور در عالی ترین مراجع تصمیم سازی نظام پیش چشم آمد و حضرت آقا رو این تأکید کردن، افق بعدی این بود که حضور زنان در جایگاه های اصلی تصمیم سازی نظام، جایگاه های عالی تصمیم سازی نظام، تعدادش و حضور کیفی و کمیش بیشتر بشه و ارتقا پیدا کنه. و حتی ایشون فرمودن که این یک اشکال حکمرانیه و در واقع در گام دوم انقلابی باید رفع بشود و ما باید پیدا کنیم موانعش چیه و این رو رفع کنیم. اشکال در حکمرانی؟ خانوم احتمالاً شما تو جلسه صحبت گوش نمی کردی، شاید حواست جای دیگه بوده، ولی آقاتون کاملاً حواسش جمع بود که مبادا بگه چیزی اشکال داره، چون اصلا قرار نیست که چیزی عوض بشه، فقط گفت مطلب مهمیست و رد شد. به کارگیری زنان فرزانه ما در رده‌های گوناگون تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور این مطلب مهمیه. این حرفا اصلا به گروه خونه ولی فقیتون نمیخوره. حالا رئیسی باشه، 6 کلاسی از این وعده‌های دوغکی میده. مطرح کردند یکی از دختران عزیز و گرامی که شما بگید که حتما در کشور، در شوراها، در جایگاه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش بانوان رو ببینند و میدان بدن که بتونن خانم‌های فرهیخته ما ایفای نقش کنند. این خواسته، خواسته به حق است. من به همه دستگاه‌ها در کشور، اعم از حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری، عرض می‌کنم در حوزه شهرستان و استان،
چه در این استان و چه در دیگر مراکز کشور حتما از ظرفیت بانوان استفاده بشند. بله، این دستور رئیسی دقیقا مثل همون دستوریه که برای ساخت 1 میلیون خونه تو سال داد، یا دستوری که به تورم داد تا پایین بره، یا دستور داد که گرونی کم بشه، یا یه تشرم به دلار زد که اونم الان فعلا رفته بالای 40,000 وایستاده و پایین نمیاد. من عرض کردم استفاده شود. خیلی استفاده شد. بابا شما تمام دینامیزم نظامتون و همه پاسدار بسیجی‌ها روی سرکوب زنان سواره. بعد اومدی بعد از 43 سال اونم چون یه دختری گفته، نه اینکه به عقل خود رسیده باشه، چون اون گفت منم عرض کردم استفاده شود. بعد فکر کردی ملت یادشون میره؟ شما همونایی هستید که تو مشهد زنان رو تو استادیوم راه ندادید، گاز فلفل بهشون زدید، بعد الان میخوای تو قدرت راه بدی؟ بعد جالبه دو تا زن پاسدار آورده تو تلویزیون تا همین وضعیت رو مالکشی کنن. جالبه این رو من اضافه کنم به اون نگاهی که ما از سهم خواهی صرفا کمی ظاهری شعاری تاکتیکی زنان که خیلی از کشورها شما میبینید، یک کشوری که پیشرفتی نکردن زنان جامعش ولی به زور یه سهمی مثلا در یکی از مراجع تصمیم سازی به اونها داده شده که بگیم ما سریع پیشرفت کردیم. از اتاقا این رو نه به عنوان سهم زنان بلکه به عنوان یک الزام برای آینده کشور و آینده حکمرانی برشمردن. در واقع اینجا ما از مسئله سهم خواهی های کمی زنانه عبور کردیم و در واقع نقش واقعی زنان رو در زمانی که شرایطش کاملا فراهم شده به طور واقعی و طبیعی در عرصه های مختلف میبینیم. بریم عرصه های مختلف حکمرانی رو ببینیم. ولی فقیه و سران سه قوه که اصلا صحبتش رو نکن، اینجا تو نظام آخوندی برای زنان ورود ممنوعه. بریم مجلس خبرگان. اوه اوه چقدر شرایط فراهمه برای زنان. اینجا که اصلا بدون عمامه رات نمیدن، دیگه چه برسه به حضور زنان. مجمع تشخیص میریم. بله، نقش پررنگ زنان توش کاملا مشهوده. شورای نگهبان میریم. ستاد قوه قضاییه. خیلی فراهمه، خیلی. بریم فرماندهان نظامی رو نگاه کنیم. اینجا هم که تابلو ورود ممنوع داره. همین الان هنوز یک استاندار زن ندارین شما. خودیاتون سر این میزان از تحجر هنگ کردن. چی رو میخواین شما ماله بکشین؟ ببینید الان بالای 37 کشورهای دنیا نفر اولشون خانومه. ما گفتیم که بابا اصلا شما شعار زن زندگی آزادی را قبول نداشته باشید. اما بحث این است که زنان در ایران حق داشته باشن کاندیدای ریاست جمهوری بشن. خب این قانون اساسی اجازه نمیده. ایشون میگه چرا میگید بازنگره قانون اساسی؟ یکی از دوستان شورای نگهبان فکر کنم سخنگوش بود، گفت زنها میتونن کاندیدا بشن اما نظر فقیه فقهای شورای نگهبان بر نگشته. دیگه یعنی چی؟ یعنی جونم اینطوری فقط اسم نویسن. حالا تو این وضعیت این پاسدار چادری میگه ما اصلا از سهمخواهی عبور کردیم، تعداد برامون مهم نیست. یعنی همین این که اومده برای مالکشی خودش خوب میدونه که توی این نظام عمرن به زنان سهمی نمیدن. بعد با این تعداد انگشتای دست نماینده زن توی مجلس رژیم مثلا میخواین کدوم قانون رو اصلاح کنی؟ بس حق زن هستش. حق زن در محیط خانواده، احساس امنیت و تأمین امنیت زنان در محیط خانواده. پس اولا تمام چیزی که این پاسدار چادری دنبالش هست حق زن فقط در محیط خانواده است، نه بیشتر. حالا ببینید که تو نظام ولایت فقیه چقدر به همین حق رسیده. و برای اینکه بتونه این نقش آفرین رو داشته باشه قاعدتاً باید احساس آرامش در خانواده داشته باشه تا بتونه این نقش خودش رو ایفا بکنه. با همین رویکرد و نگاه خب به هر جهت رفع ظلم به زن یکی از مباحث جدی هستش که در همین زمینه با عقبه بیش از 10 سال و برمیگرده به همون 14 دی 1390 لایحه‌ای در واقع طراحی شده بود که تدوینش یک زمان 9 ساله‌ای رو در واقع طی کرد و بیش از حدود 2 سال هم هستش در مجلس هستش و انشاءالله ما در برنامه آتیمون به زودی این لایحه رو در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پس ببینید که برای اصلاح یک قانون در مورد حقوق زن در داخل خانواده که خودش هم داره میگه همین الان داره به زن ظلم میشه 9 و 2 11 ساله که تدوینش رو کش دادن، هنوزم به نتیجه ای نرسیده. بعد هم میگه به زودی مطرحش میکنیم که توی مجلس هم چون حضور زنان فقط برای زینت المجالسه و فقط چند تایی گذاشتن که بگم ما هم نماینده زن داریم،
پیشاپیش معلومه که این طرح هم به جز سراب چیزی نخواهد بود. آخه شما که دنبال حقوق زنان نیستید، شما خودتون ترمزید. به خاطر همینه که زنان میهنمون مدت هاست که از شما عبور کردند و شعار سرنگونی کل نظامتون رو میدن. حالا یه چیزم بگیم و خیالتون رو راحت کنیم. این حرفای حقوق زنان و جایگاه زنان و بکارگیری زنان فرهیخته و اینا اصلا تو دی ان ای این رژیم زنستیز نیست، به قیافتون نمیخوره. چون همین خامنه ای بعد از همه حرفا آخرش ماهیت خودش رو رو میکنه و میگه که انتظارش از زنان چیه. اصلی ترین نقش یک زن همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه، خانه‌داری به معنی خانه نشینی نیست. خانه‌داری یعنی خانه رو داشته باشید. در کنار داشتن خانه هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد و میل به اون و شوق به اون داری رو میتونید انجام بدید. متأهل همه در ذیل خانه داریس. یعنی میگه حالا ما یه چیزایی گفتیم، ولی از دیدگاه متحجر این آخوند اصلی ترین وظیفه زن همون خونه داریه. حالا در کنارش اگر تونستید عضوی از لشکر سایبری هم باشید و توی این هشتگ سازی های انحرافی و حمله به این و اون نقش ایفا کنید. شما میتونید ارتباطات امروز خوب، ارتباطات فضای مجازی خیلی آسانه. میتونید ارتباطات فضای مجازی بگیرید و زمینه سازی کنید برای اینکه توجه کنن و این مفاهیم رو در قالب گزاره های کوتاه و گویا تنظیم کنید و بفرستید برای فهم افکار عمومی. این هشتگ سازی ها و اینهایی که هست، اینها امروز خیلی امکان بزرگی است برای شما که در اختیار شماست. خامنه‌ای توی این صحبت برای تثبیت قانون حجاب اجباریش هم که یکی از ابزارهای اصلی سرکوبش هست، میاد به شکل موذیانه‌ای مطرح میکنه که ما با ضعیف الحجاب مشکل نداریم، تا با این عقب نشینی ظاهری پای قانون حجاب اجباریش رو سفت کنه. هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره. اینا همه باید بدونن. اینی که حالا خدشه کنن، شبهه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، لازمه، نه، جای خدشه و شبهه نداره. گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضیتون این خانمی که حالا مثلا پس کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ این نمیشه گفت ضد انقلابی. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت میکنه؟ اینم از اون شاموتی بازی هاست که اصل قضیه رو بپوشونه. آخه مگه دعوا سر بد حجاب و خوش حجاب و کشف حجابه؟ تو باید جواب بدی که اصلا چرا حجاب اجباری؟ چه ربطی به تو داره حجاب ملت؟ دعوای اصلی ملت سر آزادیه، سر حاکمیت مردمیه، دعوا رهایی از دیکتاتوریه. به خاطر همینه که مرد و زن شعار میدن. همه این عد و اطوار حقوق زنان خامنه‌ای و داردسته فقط برای اینه که از حضور زنان در قیام اخیر به شدت وحشت کردند و میخوان با این وعده ها و شکلک ها یه جوری زنان میهنمون رو از میدان مبارزه با رژیم آخوندی خارج کنن و به کنج خونه بفرستن. این فتنه اخیر که رخ داد یک فتنه به شدت ضد زن بود. چرا؟ چون فحش میدادن، توهینای سخت میکردن، چون آدم کشیهای وحشیانه توش انجام گرفت. زن موجود مهربانیه، زن دل رحمه. زن دین هم نداشته باشه سخته براش فحش دادن، فحشای رکیک میدادن. یعنی این نهضت، نهضت مردان وحشیه. مردان وحشی؟ مردان وحشی شمایید که دختر و پسر ایرانی رو توی خیابون با گلوله و باتون به قتل میرسونید.
با ساچمه چشم ملت رو کور میکنید. 40 سالی که دارید با وحشیگری حکومت میکنید. از اون اعدام های دهه 60 بگیر تا کشتار جوانا تو آبان و الانم مهسا و نیکا و حدیث و اسرا. هیچ دیکتاتوری به اندازه شما زن نکشته. بعد انتظار داری که چی؟ حداقلش اینه که زنان میهنمون حق طبیعی دفاع از خود دارن با هر وسیله ممکن. من در خامنه‌ای، درود بر رجب. ما زن و مرد جنگی، بجنگ تا بجنگی. نورانی کردن بنر قاسم سلیمانی. در نهایت میشه گفت خامنه این دور تلاش کرد با این نمایش مسخره و وعده های پوشالی و کشککی زنان آزادی خواه ایران رو از صحنه قیام دور کنه. ولی بعد بهش گفت که تلاشتو کردی ولی به جایی نمیرسه. چون این زنان شجاعی که کف خیابون حضور دارند به چیزی کمتر از سرنگونی تو و رژیمت رضایت نمیدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.